دیروز 24 اپریل روز یادبود کشتار بزرگ ارامنه در جهان بود. در سال 1915 تا اونجا که فکر میکنم، بله تا اونجا 1915 و در یکی دو سالی که در این سالها بود، 1.5 میلیون از ارامنه و 600-700 هزار نفر از آسوری ها و یونانی ها به دست حکومت عثمانی جانشون را از دست دادن و بسیاری آواره شدن، گرسنه و تشنه به بیابان ها سپرده شدن. این همون حکومت عثمانی است که این روزها در یکی از این تلویزیون ها سریال های پادشاهانشون رو میبینید که با چه عزت و احترامی تنها فکر و ذکرشون کشتاره و در مورد زنان بسیار فکر میکنن. نمیخوام وارد این مقوله بشم، ولی همون حکومتی است که این جنایات رو انجام داده. البته در دنیا جنایات بسیار شده، در میهن عزیز ما و همینطور هولوکاست و استالین و بسیاری از جنایتکاران هنوز هم داره جنایت انجام میشه. اجازه بدید که من از دوست بسیار خوبم آقای بهمن شاهنگیان خواهش کردم که در برنامه امشب باشه، راجع به این مسئله با هم صحبت بکنیم. ایشان مهندس هوا و فضا هستند و همینطور دکترای حقوق دارن. بهمن خان بسیار خوش آمدید برنامه. درود شما. سپاس از دعوتتون. خواهش میکنم. خب بگوین که این نسل کشی چگونه بود و واقعا چرا این همه ارمنی رو جانشون رو گرفتن؟ بیشتر توجه من از یک تسلیتی به هموطنان ارمن تبارمون دارم، همینطور به ارمنیان جهان و جامعه بشری، چون این گونه جنایات بشری واقعا خچه میزنه به اخلاقیت و انسانیت تمام انسان ها، مهم نیست از چه تبار و دینی باشند. یه تاریخچه بسیار کوچیکی به احترام دوستان هموطنمون که از تبار ارمن دارن، یه تاریخچه کوچیکی از ارمنستان اجازه بدید براتون بگم. سرزمین ارمنستان بسیار سرزمین کهنیه. نامش در تاریخ بسیار پیش از حتی مادها اومده. در سال 585 پیش از میلاد مادها این سرزمین رو به دست میگیرن و زیر سلطه مادها میره، بعد میاد زیر دست هخامنشیان. داریوش در کتیبه بیستون از این سرزمین نام میبره به عنوان یکی از پادشاهیان که در این سرزمین زیر سلطه داریوش بوده. و پس از اینکه اسکندر پیروز بر ایرانیان، این خطه میفته دست سلوکی ها. بعد از سلوکی ها اشکانیان دو مرتبه باز میگیرن و رومی ها میاد. خلاصه این سرزمین ارمنستان جایی قرار گرفته در جغرافیای جهان که دستخوش بسیار حوادث بسیاری بین قدرت های تاریخی زمان بوده. از اشکانیان و رومی ها و ایل ها و قبایل مختلف ترک، سلجوقیان، و به هر حال بعد از اینکه سلجوقیان قدرت رو از دست میدن، یکی از قبایل ترک قدرت رو میتونه به رهبری عثمان به دست بگیره و یک امپراتوری بزرگی در سال 1299 هجری به پا بکنه که همون امپراتوری عثمانی، اتومن میگن اینجا، هست که ارمنستان زیر سلطه اونها بوده. و اینها قدرت بسیار بزرگ دنیا بودن، یکی از ابرقدرت‌های دنیا بودن و ارمنستان هم یکی از خطه‌هایی که اینها کنترل می‌کردن. بعد از اینکه ترک‌های عثمانی در تلاش بسیار ممتدشون برای به دست آوردن اروپا، بالاخره در سال 1863 در جنگ وین شکست می‌خورن، دیگه از اون اوج می‌افتن و کم کم قدرت عثمانی ها کم میشه، تا اینکه در اواخر قرن 19 در سالهای 1890 به قدری ضعیف میشن که این ملت هایی که زیر حکومت عثمانی بودن شروع میکنن به ملیگرا بودن و درخواست خودمختاری. یکی از این ملت ها ارامنه بودند و با خشونت بسیار باشون روبرو میشند.
طوری که برای جواب به این ملیگرایی ملیت‌های مختلفی که زیر سلطه عثمانی‌ها بودن، خود عثمانی‌ها شروع می‌کنن به یک حرکت ملیگرایانه که اسمش می‌ذارن یانگ ترکس، ترک‌های جوان، که بسیار خشونتبار با اینها روبرو میشن و در اون سال‌ها دهه 1890 صدها هزاران کشته می‌ذارن ارمنی‌ها به خاطر این حرکت ملیگرایانه شون. ولی به هر حال جنگ جهانی دوم در سال 1914 شروع میشه و عثمان‌ها که حالا دیگه جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع میشه و عثمان‌ها به خاطر ترسی که داشتن که این ملت مسیحی با روس‌ها هم دست خواهند شد بر علیه عثمانی‌ها، شروع میکنن این یانگ ترکس، به خصوص سازمان یانگ ترکس، شروع میکنن به سیستماتیکلی و سازمان داده شده از بین بردن نسل هایی که مسیحی هستند، مثل ارامنه که 1.5 میلیون نفرشون در عرض 2 سال میکشن، یونانی ها که 450,000 نفرشون میکشن و آسوری ها که 300,000 نفرشون رو، اینطور که آمار هست، در این 2 سال میکشند. به هر حال که متاسفانه به خاطر موقعیت این سرزمین ارمنستان دستخوش بسیاری از حوادث بسیار زیاد شده، تا اینکه میبینیم که دیگه در سال 1914 که جنگ جهانی اول شروع میشه، به خاطر اون مسائل این نسل‌کشی عظیم شروع میشه و 1.5 میلیون نفر انسان فقط به خاطر اینکه باورهاشون متفاوته و احساس میکنن چون دینشون متفاوته گرایش به اون روزها ممکنه داشته باشن، اینها رو سر به نیست میکنن متاسفانه. خب اجازه بدین در این صحبتون رو قطع کنم با عرض معذرت. برای کشتار در تاریخ جهان بسیار بوده، شاید اگر ورقهای کتاب رو به هم بزنیم و اوراق کتاب رو نگاه بکنیم و اگر واقعیت رو بخوام نگاه بکنیم، بسیاری از اوراقش خونینه، برای اینکه بسیاری به خاطر مقام و جاه هزاران نفر رو به کشتن دادن برای اینکه به قدرت برسن. در آلمان هیتلر هولوکاست 6 میلیون یهودی رو کشتن داد که هنوز بسیاری دارن از عواقبش رنج میکشن. در روسیه استالین جنایات بیشمار کرد در سیبری و غیره و غیره. و در همین ایران خودمون در دهه 60 هزاران نفر رو در زندان‌ها اعدام کردن، کسایی رو که حتی بیگناه هم خود دادگاه رأی داده بود که بیگناهه. ما در تلویزیون اندیشه بارها با کسانی که نوعی از آن زندان‌ها جان به سالم به در برده بودن مصاحبه کردیم. جنایت جنایته، چه 10 نفر، چه 1 نفر، چه میلیون ها نفر. و جالب اینه که همین الان هم ما میبینیم که حکومتی به نام داعش وجود داره که در این قرن 21 در جلو دوربین سر میبرن. آدمی اصلا حیرت میکنه، البته حیرت نداره، برای که در طول تاریخ از این چیزا زیاد بوده و وقتی که کتاب تاریخ رو میخونیم میبینیم که واقعا این کتاب ها همه خونالوده. و همین الان 400,000 نفر اهل سوریه جانشون از دست دادن و در حالی که یک دیکتاتور سرکاره، حکومت‌های مثل روسیه و ایران از این دیکتاتور هنوز حمایت میکنن. امروز دیدم که آقای خامنه‌ای دستور دادن که سربازهای بیشتری اونجا برن و غیره. بفرمایید مطالبتون دنبال کنید. ببینید، ما فکر می‌کنیم که مسئله به اینجا ختم میشه که یک دولتی که یک همچین فاجعه انسانی رو درست میکنه بیاد اعتراف بکنه و پوزش بخواد و همه چی درست شده دیگه. چون این درخواست ارمنیان در این نقطه زمانی هم هست، درخواست یهودیان هم از دولت آلمان بوده و هر درخواست ژاپنی‌ها از کره ها بوده و احساس می‌کنیم که خب با این پوزش خواهی و اعتراف مسئله حل شده. در حالی که به عقیده من این گونه نیست. ما انسان‌ها تا زمانی که اجازه میدیم باورهایی که به ما رسیده ما رو این گونه دسته دسته بکنه و از اون بچه مشترک انسانیمون ما رو دور نگه داره، باعث میشیم که این مسائل ادامه پیدا کنه در طول تاریخ. شما نگاه کنید بعد از این فاجعه ارامنه،
فاجعه های بسیار زیادی دیگه، نسل‌کشی های بسیار زیادی انجام شد در بوسنیه، در ببینید که در چه بلایی سر کردها آوردن عراقی ها، ببینید چه بلایی سر ایزدی ها دارن میارن داعشی ها، ببینید چه بلایی سر همدیگه دارن میارن مسلمان ها. به خاطر اگر شما فکر نکنید که الان یک جنسایدی وجود نداره بین شیعه ها و سنی ها، فقط به خاطر اینکه قدرت ها اجازه نمیدن، یعنی قدرت ها اینقدر قدرتمند هستن که جنساید پیش نیاد. وگرنه خواسته همونه، یعنی الان هم اگه دست بسیاری از مردم سنی، افراطیان سنی برسه، میخوان سر هر شیعه ای که پیدا میکنن ببرن. همونطور برعکس. همونطور هم برعکس. در چه این باورهای ماست که اجازه میده این جنایات بشری به طور ممتد اتفاق بیفته. یعنی فکر میکنید در بسیاری از این جنایاتی که اتفاق افتاده مذهب نقش اساسی داره؟ نمیتونم بگم نقش اساسی. ببینید نقش اساسی رو خصوصیت انسانی انجام میده که اون قدرت طلبی و اون خواستهای انسانی، ثروت طلبی، قدرت طلبی، ملک بخوان سرزمین ها رو بگیرن و این جور برنامه در طول تاریخ نقش اساسی رو بازی کرده. ولی کاری که ادیان میکنن و کاری که باورهای ما میکنه اینی که وای به اون روز که این اتفاق بیفته، اینی که این باورهای ما به ما بگن که این کار خشونت آمیز و جنایتکارانه ای ما مورد تایید یک خدایی هست و یا حتی این خدا داره تشویق میکنه ما رو به این کار. که در بعضی از مسائل میبینیم که این گونه هست، خدایانی در ادیانی با در باورهایی هستن که تشویق میکنن به کشتن کسانی که به اون دین و آیین نیستند. در نتیجه اون حالت کاتالیست رو ایجاد میکنه، یعنی یک فعل و انفعالاتی داره انجام میشه به طور طبیعی به خاطر خصوصیت های انسانی ما، این باورها کاتالیست میشه و فاجعه بسیار بسیار بزرگتری ایجاد میکنه. بیشتر جنایات جهان، جنایات دست جمعی که نگاه میکنید، این احساسی که وجدان ها ناراحت نیست، چرا که باور دارن که این بر اساس باورشون وجدانشون ناراحت نیست از این کار و باعث میشه این کار ادامه پیدا کنه. مهم اینجاست که وقتی انسان ها از هر گروه و دینی که هستن، همه وجدان داریم. یک به نظر من اشتباهی که ما مردم میکنیم اینه که فرضاً میبینیم که داعشی ها انسان های دیگر رو که به باورهای دیگه هستن یا حتی به همون دین اسلام هستن، ولی فکر میکنن که با خداشون، با راهشون داره مخالفت میکنن، روز زانوهاشون میشنن و جلوی دوربین های تلویزیونی سر میبرن. ما فکر میکنیم که آیا این شخصی که داره این سرها رو میبره شب میره خونه ناراحته، وجدانش ناراحته که من این آدم رو کشتم، بسیار هم خوشحاله، خیلی هم خوب میخوابه، شاید اصلا خوشنود باشه از این کارش، چرا که باور اون داره کار خدا رو انجام میده، یعنی مخشوی شده تقریبا. بله دقیقا. در نتیجه باورها تاثیر بسیار زیادی روی اخلاق جمعی و وجدان جمعی دارن. ما باید اینو درک کنیم و ببین باورها بتونیم نگاه عمیق‌تر داشته باشیم. یاد گرفتیم که بگیم با باور مردم کاری نداشته باش، با دین مردم کاری نداشته باش. این درسته تا جایی که اون باور و دین به ما کاری نداشته باشه، درسته. ولی وقتی اون دین و باور داره به زندگی روزمره انسان‌ها، به ظلم و ستمی که به مردم میکنه، ما وظیفه انسانیمون که به اون باورها یک نگاه عمیق‌تری داشته باشیم و ببینیم آیا این باورها اون کاتالیستی هستن که این خصوصیت‌های انسانی ما ازشون استفاده میکنه تا این مسائل رو خیلی خیلی بحرنج‌تر بکنه. و ببینید در طول تاریخ این گونه بوده. اجازه بدید نکته رو بگم که در بین صحبتتون فرمودین که به هر حال خیلی ها میگن به ادیان و باورها احترام بگذارید و من اولا به شخصه مثلا به باور داعش نمیتونم احترام بگذارم به هیچ وجه، ولی همونطور که شما فرمودین تا موقعی که مزاحم کسی دیگه نشه، یعنی اگر باورهای یک عده‌ای باعث میشه که یک گروهی رو قتل عام کنن، چه احترامی باید به اون باور بگذاریم؟ ولی اون باور اگر تو خونش میخواد نماز بخونه، میخواد هر کار دیگه انجام بده که آزارش به کسی نرسه، بعد میبینیم که کسی کاری باش نداره. همین الان در خبرها آمده بود که در مشهد یک مردی هر روز زنش رو شکنجه میداده و بچه 5 ساله بود، هم 4-5 سالش رو شکنجه میداده. عکسایی که دیدیم وحشت انگیز بود. شاید باورتون نشه عکسایی رو که من روی
اینترنت دیدم. خانم من گفت عکساشون هست. گفتم نه نخواستم نشون بدم بهش، برای اینکه میدونستم که آنچنان ممکنه ناراحت بشه که شب رو نتونه به راحتی بخوابه. و وقتی که نگاه میکنی میبینی که به نام مذهب، یک نکته دیگه بگم بعد به مطالبتون گوش میکنم با کمال میل، بسیاری از کسانی که امروز در حکومت جمهوری اسلامی در رأس کار هستند، کسانی هستند که در قتل عامها و در کشتارها شرکت داشتند و اونها رو به عنوان آدمهایی که دادستانه، رئیس محکمه است که باید بیاد به قضاوت بنشینه، دستش به خون هزاران نفر آلوده است. این در دنیا وحشتناکه. 100 سال پیش ارامنه رو کشتن، 60 سال پیش یهودی ها رو کشتن، چندین سال پیش بسیاری از مردم دیگر رو قتل عام کردن و 400 هزار نفر در همین سالهای اخیر در سوریه به خاطر خودخواهی یک حکومت جانشون رو از دست میدن. آیا با گذشت زمان، آقای شاهنگیان عزیز، در گذشت زمان ما هنوز یک ایمان، یک اعتقاد، یک وجدان پیدا نکردیم که آدم کشی که حتی در بسیاری از کشورها میگن حتی یه نفر که قاتلم حق ندارین اونو اعدام بکنی. قاتل رو حق ندارید. من باشون موافقم. خب انسانیست، به هر حال یه کاری کرده، باید به زندان بره، باید محکوم بشه اینا، ولی انسان‌های بیگناه رو به کشتن میدن. ببخشید من آمدم نه لذت دارم از اندیشه که دارین در این مورد. واقعا هم همینطوره. ببینید ما تا زمانی که به این باور معیاری که به ما یاد دادند خاتمه ندیم و به سوی انسانیت و بچه مشترک انسانیت نریم، همین آش و همین کاسه بره. مسائل عوض میشه. ما فکر کنیم که داعش یه موضوعی که قرن 21 به ما داده یا مسائل کشورهای دیگه است که اینا رو ایجاد کردن. اون زمینه موجود هست. تا زمینه فکری وجود نداشته باشه داعشی به وجود نمیاد. و این داعشی که به وجود اومده 1400 سال گروه های مثل داعش و حتی بدتر بودند و ظلم و ستم رو به مردم دیگر کردن. ظلم و ستم در هندوستان مسلمانان کردن اصلا سرسام آوره. منتها اون موقع CNN این نبوده که نشون بده و ما بیاد تو خونه مردم ببینیم واقعا چگونه در یک سال 100,000 گردن میزدن و به اون افتخارشون هم حتی ثبت میکردن. خب این از فکر و روحیه باورهایی که به ما میرسه میاد. چرا که مثلا فرضاً الان حرف مذهبی نیست، نمیخوام راجع به مذهب به اون صورت صحبت کنم، ولی یه واقعیت هاییه. وقتی یک دیدگاه مذهبی به شما میگه که کافران رو، کشتن کافران رو حتی ثواب میدونه، حالا میان در کشوری مثل ایران میبینن خب نمیتونن همه رو گردن بزنن، میگن خب زرتشتیان یا مزدایستانیان که نام درست زرتشتیان هست، میگن خب اینا هم کتاب آسمانی دارن، پس اینا هم میشه بهشون این سراحو داد، جزیه بدین یا بذارین برین یا کشته بشین این سراح. ولی در وقتی میرفتن در هندوستان دیدن اینا اصلا کلن کافرن، اینا مشرکن و چندین خدای هستن و اصلا این حقوقی که برای ما ایرانیان قائل بودن که این راحت اجازه جزیه دادن رو میدادن حتی قائل نبودن. و این از باورها میاد. اینا ببین خصوصیت‌های انسانی، خصوصیت‌های بد داریم و خوب هم داریم. ولی وقتی که یک سیستم باوری به این خصوصیت‌های بد انسانی تایید میذاره و حتی تشویق میکنه، فاجعه ایجاد میکنه. و برای همین میبینید در تاریخ اسلام به خصوص از این فجایع بسیار زیاد هستن. هنوز که هنوز دوستانی هستند که باور دارن که فرضاً این داعشی که میبینیم این اسلام واقعی نیست و این راه آسان‌تر رو ترجیح میدن که بگن نه اسلام واقعی یعنی اون انسان خوب متدینی که بیشترین درصد مسلمانان اون گونه هستن، یعنی درصد اگه بخوای نگاه کنی با آخرین آمارگیری که شد گلپ فکر کنم انجام داد 93% از مسلمانان دنیا همه انسان‌های صلح طلب، انسان دوست و اصلا با این کارا کاری ندارن. میخوان مشیه خودشون رو بگذرونن، زندگی خودشون رو بگذرونن، خانواده‌شون رو بگذرونن. ولی وقتی که در هر گروهی از مردم یک دسته تندرو وجود خواهد داشت. از هر دین و آیینی، از هر قشری از مردم، از هر کشوری که نگاه کنی، گروهی هستن که این از لحاظ فکری و روحی آمادگی تندرویی رو دارن. و وقتی اینها در یک فضا و جوی قرار میگیرن که یاد داده‌هاش این گونه هست
و الگویی که بهشون میرسه اون گونه عمل میکنه، مسلماً تاثیر درشون میذاره. من برای دوستانی که باور دارن که این دین و آیین با دین و آیین هر کاری نداشته باشه، اینا تأثیری ندارن و این فقر جهانیه که این کارو داره میکنه و این ظلم سیاسیه که این کارو داره میکنه، میخوام فقط اینو واضحانه بگم که درسته که ظلم و ستم سیاسی و اقتصادی موقعیت رو ایجاد میکنه، ولی اون جو اگر نباشه، اون یادداده ها اگر نباشه، روش ها عوض میشه. شما نگاه کنید تبتی ها سالیان سال زیر ظلم و ستم چینی ها دارن رفتار زندگی میکنن، رفتارشون رو این چجوری است؟ خیلی میخوان اعتراض کنن، خودسوزی میکنن. من کلیپ های اینا رو که میبینم اصلا واقعا حیرت انگیزه که چجوری میچینن مانکا، همه دور میشینن، یه نفر میره اونجا میشینه، یکی از مانکا روش بنزین میریزن و خودشو میسوزن، همون گونه میشینه تا سوخته بشه. چرا که باورهاشون این گونه بهشون یاد داده، اینی که بمب ببندن به خودشون بعدن دیگران رو بکشن و احساس کنن جهاد دارن میکنن، بهشون یاد داده نشده. یک آزمون بسیار بسیار جالبی هست که دوستانی که هنوز عقیده دارن دین و آیین زیاد مهم نیست، مسائل دیگه است که تاثیرگذارش بیشتر هست، من توصیه میکنم این آزمون رو برای خودتون یک کنکاشی در اینترنت داشته باشیم و یه نگاهی بهش بکنیم. مطمئنم که یک تجدید نظر خواهید کرد از مهم بودن باورهای ما در اخلاق و وجدان جمعی و شخصیمون، و اینی که میبینیم فرضاً در دنیای اسلام رفتارها کلاً متفاوته دلیل داره، در اینکه فرضاً اسرائیل و عرب هنوز دارن میجنگن و هر چقدر شما میخواین این سران کشورها بیان کنفرانس بذارن، سمینار بذارن، نشست بذارن و بخوان نگوشیت، نخواهد شد. یک واقعیتیه. چرا؟ برای اینکه دو گروه با دیدگاه های بسیار تندرو و عقب افتاده سر یک قطعه زمین با هم دعوا دارن و تا زمانی که این باورها رو خودشون رو نگاه نکردن و با این باورها نگاهی دوباره نداشتن، یه گروه فکر می‌کنه که خدا قولنامه این زمین رو دو دستی بهشون داده و اجازه این که با افرادی که در این سرزمین اشغال دارن میکنن هر کاری میتونن بکنن، و یه گروه دیگه هم احساس میکنن خب اسلام اومده این سرزمین رو گرفته، سرزمین اسلام مال ماست، حالا بیایم با این دو عقیده بگیم بیایم بشینیم با هم دیگه صلح کنیم. عملی نخواهد بود. یک واقعیت متاسفم اینو میگم، خیلی هممون دوست داریم که یک صلح جهانی برپا بشه، ولی واقعیت اینه که تا این باورها از بین نرفته، تندروهایی در هر دو گروه هستن که با مخالفت شدید با این صلح دارن، و دیدین هر زمان این صلح به جایی میرسه که ممکنه انجام بشه، تندروهای یا اینور یا اونور مانع میشن، چرا که در هر جامعه‌ای تندرو وجود داره و یادداده هاشون رو اون تندرویشون رو تعیین میکنه چگونه هست. ببینید یک آقایی به اسم جورج تامرین، من اسپل میگم اگر خواستین سرچ کنی برای خودتون، TAMARIN، آقای جورج تامرین. ایشون یک یهودی هستند که در اروپا زندگی میکردن در سال 1948 وقتی این کشور نوساخته اسرائیل برپا شد. خیلی زود بعد از اون، چندین ماه بعد، ایشون با خانوادش مهاجرت میکنه که بره در سرزمین موعود زندگی کنه. یک یهودی معتقد و معتقد به این سرزمین موعودشون، میره اونجا. ایشون یک روانشناس متخصص کودکان در تل آویو. ایشون شروع میکنه به کار در یک کلینیک کودکان به عنوان روانشناس، و بعد از چند سال ایشون ارتقا پیدا میکنه به استاد دانشگاه تل آویو در رشته روانشناسی و اونجا کارشون رو میکردن. شخص بسیار با شخصیت، انسان بسیار نیکو. ایشون در سال 1963 یک آزمونی انجام دادن که این در اینترنت هست، برای خودتون میتونید مطالعهش کنید. این آزمون بیش از 1000 کودک بین 8 تا 14 ساله اسرائیلی رو با اون یادداده های یهودی میاد و کتاب جاشوا رو بهشون میده، داستان جنگ جریکو، که برای دوستانی که نمیدونن این اولین جنگیه که اسرائیلی ها پس از آزادیشون از مصر، اینا هم البته داستانه، ولی خب به هر حال داستانی که باور هست بهش، خدای بنی اسرائیل یهوه به اینها دستور میده که این سرزمین موعود رو من دارم به شما میدم، برید و کسانی که توش هستن رو بکشید و بیرون بکشید، و بیرون هم حتی نه بکشید، علنا
همه باید حتی حیواناتشون باید کشته بشن، چرا که نجس هستن، اینجا رو سرزمین رو تمیز کنین، برین توش زندگی کنین. این جنگ اولین جنگی که بر اساس این دستور الهی اینا انجام میدن و اون پادشاهی جریکو رو با خاک یکسان میکنن و تمام زنان، بچه ها، کودکان، گوسفند و گاو و هر چی بوده رو از بین میبرن، میکشن و به این افتخار میکنن. این داستان رو میدن به این بیش از 1000 کودک اسرائیلی که با این داستان های قومی یا دینی اسطوره‌ای بزرگ شدن. و میدونی که هنوز در اسرائیل تا سن دبیرستان این داستان ها به عنوان واقعیت باید خونده بشه. این واقعیتی همونطور که الان در حکومت های اسلامی مدرسه های پاکستان رو نگاه کنید چی کار میکنن با مدرسه با این داستان ها و اسطوره هایی که ساختند. واقعا این زمانی که مغز بشر داره این نوران ها داره به هم کانکت میشه و این مغز داره شکل میگیره، در اون سن های واقعا کریتیکال، واقعا بحرانی، این پوزش میخوام دوستانی که باور دارن ولی این واقعا مزخرفات یا اسطوره ها و داستان ها رو تحویل بچه ها میدن و واقعا این مغز ها شکل میگیره. همینطور هم مثلا الان در ایران کسی که داره دانشگاه میخواد بره، جزو آزمون دانشگاهش اینه که مثلا یک کفن باید چند متر باشه و اندازه کفن باید چقدر باشه و غیره و غیره. در سال 1963 این آزمون رو انجام میده با بیش از 1000 کودک 8 تا 14 ساله. این داستان رو میده بهشون، اینا هم که با این خلقیت و این اخلاقیت آشنایی داشتن، به خاطر اینکه یهوه خدای قومشون این حرف رو زده، ببینین که درصد افرادی که بعد بهشون میگه بیان بگین 100% مخالف ها کیا هستن، 100% موافق ها کیا هستن و اونایی که تصمیمشون هنوز قطعی نیست کیا هستن و یک انشا بنویسین در مورد این. در این آزمون به کودکان اسرائیلی که این داستان داده شد 66% موافقت کامل و انشاهایی که نوشتن به طوری تأکیدی میگن این باید این امر خداست، باید این سرزمین از نجاست آزادی پیدا میکرد، اینا کار خوبی کردن، امر خداست. 26% با وجود داشتن این خرافات و داستانهای ساختگی خود ما انسان ها به خودمون تحویل میدیم، باز 26% این انسانیت اونقدر قوی بوده که مخالفت کامل داشتن، با وجود میدونستن که خداشون دستور داده، خدای قومشونه و خب این چیزی که به عنوان تاریخ واقعیشون قبول دارن، میگن ما مخالفیم، همچیاره نباید میشد. و 8% موافقت نسبی داشتن. حالا جالبش اینه بعضی از این 26% که مخالفت کردن تو انشاهاشون معلوم میشه که نه واقعا موافق بودن، حتی شاید افراطی تر از موافق ها بودن، برای اینکه بعضا یک دختری جوابی که نوشته من مخالفم با این کار چون اصلا اونجا اون محل نجس بوده و اینها رفتن اونجا که بکشن در نشه وارد اون محیط نجس شده، نباید اصلا این کار رو میکردن، یعنی مخالفتشون به خاطر افراطی بودن تر بودنشون بوده. حالا همین آزمون رو به همون کودکان اسرائیلی، یک گروه دیگه کودکان اسرائیلی، با همون آموزه ها و با همون یادداده ها میده این شخص، ولی اسما رو همه رو عوض میکنه. خدا دیگه خدای یهودیان نیست، یهوه نیست. این جریکو که پادشاهی جریکو رفتن توی یک سرزمین چینیه، یک پادشاهی چینی بله و جاشوا دیگه جاشوا نیست، جنرال لیم اسمشو میذاره. میگه یک جنرال چینی به اسم جنرال لیم، خدای چینی ها بهش میگه برو این پادشاهی چینی رو تسخیر کن و همه رو اونجا بکش، از کودکان و مردان و زنان و حیوانات همه رو بکش. و باز همین آزمون رو ازش میگه، میگه خب حالا بگیم این گروه جدید چند نفر تو موافقه؟ فقط 7 نفر موافقه. همون یادداده ها همونه، فرهنگ همونه، دین همونه، آیین همونه، ولی فقط اسما عوض شده و وجدان انسانیشون 93%شون موافقت نکردن. 7% بخواهن باید این کار رو میکرد چون خداشون گفته بود، چون خداشون گفته بود. 75% مخالفت کامل میکنن، میگن این کار رفتار غیر انسانیه. همون هایی که
درصد بالاییشون موافق بودن چون خدای اونها گفته بود، حالا خدای یه گروه دیگه چون گفته، میگن انسانیتشون هنوز میتونه جلوه نشون بده چون اون ایمان که به خدا و دینشون دارن جلوی این انسانیت رو نگرفته مثل گروه قبلی. 75% مخالفت کامل میکنه و 8% مخالفت نسبی. درجه این کاملا نشون داد که یادداده‌های دینی چقدر روی وجدان و اخلاق شخصی و اجتماعی تأثیر گذاره. کاملاً. و اینو باید بدونی که این شخص انسان شریف که با این پابلیش کردن این آزمونش و این تجربه‌ای که به دست آورده بود باعث شد که از دانشگاه تل‌آویو اخراج بشه و در سال 1972 چون هنوز تو پاسپورتشون به عنوان جویش بودن ولی اسرائیلی سیتیزن اسرائیل نبود، ردش میکنن که این سیتیزن اسرائیل بشه و به سوپریور کورت، به دادگاه عالی اسرائیل شکایت میکنه که بابا من جز اولین کسانی هستم که کوچ کردم به این سرزمین با باور این که این سرزمین موعود منه، من از خونه و زندگی از اروپا پاشدام اومدم اینجا مهاجرت کردم، حالا بعد از این چندین و چند سال در دانشگاه درسم من میگم من حتی سیتیزن اسرائیل نمیتونم باشم و دادگاه عالی اسرائیل هم رد کرده این درخواست رو و ایشون سیتیزن اسرائیل نشد. چرا؟ برای اینکه یک آزمون علمی نشون داد که کاملا نشون داد این یادداده هایی که ما داریم به کودکانمون میدیم چقدر تاثیر میذاره در فکر و ذهنشون. شما نگاه کنید در ایران دارن چیکار میکنن؟ بچه‌ها رو از سن کم این روسری ها رو دخترها رو سرشون میکنن و میفرستن تو این مدرسه و ببینید چه چیزهایی بهشون یادن. من با یکی از دوستان که از ایران تازه اومده بود صحبت میکردم، اصلا واقعا فاجعه فرهنگیه و این مغزها مغزهایی هستن که از درونشون مطمئنا درصد بالایی انقدر فهم و ذکاوت و انسانیت دارن و خانوادهشون فرهنگی بهشون در خانواده یاد میده که از یکی زندگی دوگانه دارن، یعنی در مدرسه اونگونه رفتار میکنن در زندگی شخصیشون همون انسانی که هستن. ولی یک درصدی از این مردم مسلماً تبدیل میشن به همون میشه. بله مخشوبی و تبدیل میشن به همون تندروهایی که این رژیم بر روی اونها قدرتشو بنا کرده. این بسیجی ها و عده زیادی از بسیجی ها فقط به خاطر منافع مالی بسیجی هستن، ولی یه عده واقعا باورشونه و اونها اون خطرناک هایی هستن که وقتی مردم میرن حق خودشون رو با مسالمت آمیز در خیابون ها بیان بکنن با زنجیر و غمه و تیغ میفتن به جنوب. من میخوام یک بار دیگه لطف کنید نام این دکتر روانشناس رو بگیم. دکتر جورج تامارین TAMARIN. ایشون استاد دانشگاه تل‌آویو بودن در قسمت روانشناسی و از کار بیکار شدن به خاطر این آزمونی که در سال 1963 انجام داده و پخش کرده. و با وجودی که خیلی ها معتقدن و شاید هم اینطور هست که اسرائیل حکومت دموکراسی است و به بسیاری از عقاید احترام میگذارن، حتی بسیار از اعراب هم اونجا به راحت زندگی میکنن، اما اینجا صحبت از این باورهای مذهبیه که چقدر لطمه میزنه. و این مثالی که زدین مسئله نیست که مربوط فقط به اسرائیل باشه. نه به هیچ عنوان. هر باور واقعا ساختگی که ما خود انسان ها برای خودمون ساختیم. چرا که میگیم ما انسان ها عمری از همون نمیگذره. کمتر از 200,000 ساله که انسان نوین روی کره زمین هست. کره زمینی که 4.5 بیلیون سال، 4.6 بیلیون سال عمر داره و زیست از 4 بیلیون سال پیش به صورت تکسلولی درش بوده، ما فقط 200,000 سال اومدیم. شپ انسان ها چند میلیون سال پیش اومدن، ولی انسان نوین 200,000 سال اومده. و این مغز انسان های نوین تنها فرق ما با شامپانزه یا گوریلا واقعا یک درصد بسیار کمی از دی ان ای ما هست که باعث میشه این مغز پیشانی ما بزرگتر باشه و منطق و درک و تکلم و کامیونیکیشن در ما باشه، که این باعث شد که ما سوالات بسیار زیادی داشته باشیم. دیگه مثل یک شیر یا زرافه یا فیل وقتی رعد و برق میاد در نمیدیم بعدم که تماشا ببینیم شون نشخار بکنن و شکار بکنن و تماشا بده. برای ما این انسان این از کجا اومد؟ آیا دو مرتبه این اتفاق میفته؟ و این سوال ها، این زلزله از کجا میاد؟ چرا این کسی که من باهاش زندگی دارم میگم یه دفعه میمیره؟ کجا میره وقتی میمیره؟ این سوال هایی بود که علم و دانش اون زمان پاسخی براش نداشت.
درچه براش پاسخ ساختیم به مرور زمان، مردمان برای خودشون پاسخ هاش ساختن و این تبدیل شدن به ادیان. اینا هیچی نیستن غیر داستانهای ساختگی خودمون برای خودمون، برای تسکین حالمون، برای ترسمون از مرگ و زندگی که تموم خواهد شد. ممنونم از لطف محبتتون. من مطلبی رو که آغاز کردید فکر میکنم اگر ساعتها در موردش صحبت بکنیم کم باشه. متاسفانه ما فقط یک دقیقه و نیم دیگه وقت داریم. اجازه بدید نکته ای رو خدمتتون عرض کنم و اینکه شاید یک راه نجات بسیاری از کشورها این باشه که حکومت‌هایی باشند که مذهب در این حکومت‌ها دخالت نداشت. 100% و این حکومت‌ها برای آسایش مردم براشون فرقی نکنه که شخصی که داره زندگی می‌کنه به دانشگاه میره، یهودی، مسلمان، بهائی، زرتشتی یا هر دین و حتی دینی نداره. این یک انسانه. این انسان باید به دانشگاه بره، این انسان احتیاج به زندگی داره، احتیاج به دارو داره، احتیاج به پزشک داره. و هرگز شما در همین آمریکا، من دفاع نمی کنم از سیستم، شما هر ورقه‌ای رو که پر میکنید، اپلیکیشن به قول اینها پر میکنید برای هر موضوعی، از شما سوال نمی کنم مذهبتون چیه، حتی غیر قانونیه که مذهبتون چیه. ولی در ایران متاسفانه امروز یکی از دیکتاتورترین حکومت های سرکاره که ظلم رو به مردم میکنه. اجازه بدید وقتمون تموم شده، ولی یک نکته رو بگم. بسیاری از کسانی که الان دارن اونجا حکومت میکنن آدم هایی هستن که قصه هایی تعریف میکنن وحشتناک. یکی از اونها میگفتش که زمان حکومت شاه ما یه موقع هوس کردیم که دو نفر رو بکشیم از ساواکی ها، رفتیم قم اجازه گرفتیم، اونا رو تو خیابون یقشون رو گرفتیم و کشتیم. من کاری ندارم به ساواک یا حکومتی یا زمان گذشته، اصلا افتخار میکنن به این قضیه و این وحشتناکه. وقتی میگه 30 ثانیه، من 30 ثانیه بفرمایید. من فکرم حرف که زدین کاملا درسته و این راهش برای ملت مثل ما که فرهنگ غنی داریم، راهش رو داریم. ما حسابمون با کشورهای دیگه خاورمیانه که زیر سلطه اسلام هستن فرق میکنه. ما فرهنگی داریم که بر روی اون میتونیم تکیه بزنیم و بازگرد به اون فرهنگ ملی خودمون که نیاکان ما به ما یاد دادن که انسانها رو از رفتار و کردارشون بسنجیم و با باورهاشون کاری نداشته باشیم، تنها راه نجات ایرانه. ما مزایسنایان بر این باور بودن، اسم نام درست زرتشتیان، که انسان خوب از هر دین و آیین و کشوری انسان خوبه. ولی این دینهای مطلقگرا بر این باورن که میخوای بری بهش باید جزو گروه ما باشی، وگرنه یا گویم میگن بهش یا نمیدونم کافر میگن بهش یا هر اسم دیگه ای بهش میذارن و اون انسانیت رو واقعا جدا میکنن. یعنی دیگه این انسان انسان نیست، این یه کافره. به همون دلیل راحت میتونن بشن گردنش رو ببرن، چرا که در ذهن خودشون اون تقسیم ها رو کردن. ممنونم از لطف محبتتون آقای بهمن شاهنگیان عزیز. امیدوارم باز هم لطف کنید در برنامه ما بیاید. سپاسگزارم از شما.